و مسئولین داده که گفته موترهای مردم با کرین بلند میکنن انتقال میدن اگر پول داد رها میکنه دقیقا رشوت است دوم پرسان کردن که به خانومش گفت که اگر تو به خانه فلان رفتی بار دیگر به خانه ما نیا إن الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمت همه برادران و خواهرانی که در هر سرزمین صدای ما را میشنوند در برنامه اسلام و زندگی از آدرس شبکه اسلامی نوای مسلم از بلخ نخستین سوال برادر ما از دوبای تماس گرفته بودن طرح کردند که آیا من از اینجا پولی را که در قربانی اختصاص دادیم به افغانستان روان می کنم کسی را وکیل می گیرم در آنجا قربانی مرا زب می کند درست است و یا خیر دقیقا در این رابطه برنامه و اصول تخصص افتا در نظام فقه اسلامی امیست ما سه نوع عبادت داریم یکی عبادت مالی است یکی بدنی است یکی از هر دو در عبادت‌های بدنی دقیقاً که جنجال بیشتر است کسی از طرف کسی در زندگی نماز خواندن نمیتواند هیچ زنده از آدرس زنده نماز خواندن نمیتواند روزه گرفتن نمیتواند چرا فرض عین است هر کس باید خودش بگیره اما بعد از مرگ یک تحقیق علمی از آن می گذرم بحث مسئله که مال عبادت های مالی مثل قربانی و زکات در این راستا وکیل گرفتن چی که قدرتمند باشی چی عاجز باشی کاملا توکیل درست است فلیهازا پولی را که شما به افراد مخلص یا آخیش و خانواده روان میکنین از آدرس شما اضحیه و قربانی را میگیرن و به رضای الله می کنن کاملا از آدرس شما درست شده به اساس تخصص افتای فقه اسلامی اما اون که مرکب است مثل حج بازو از خود شرایط خود داره که امر میکنه یا وصیت میکنه شرط است که خودش عاجز بوده باشه باز تحقیقات خود داره خلاصه قربانی از آدرس شما وکیل گرفتن در افغانستان درست است خیر است که خودتان نمی خورین. خوردن خود شما از شرایط صحت قربانی نیست دوم گفته که از آدرس مادرم قربانی کنم آیا ما کافی است یا زردوی ما نه خیر وقتی که بالای خودت قربانی لازم است از شما ضروری می شود و مادرت می بینیم که مالک نصاب هست یا خیر اگر مالک نصاب نباشد از آن نفل است و در صورتی که مالک بوده باشد و هم ضروری لذا نمی توانید که شما خودتان انجام دهید به سهم خودت از گردن مادرت ساقط نمی شود و به اندازی که از جانب مادر قربانی را فرمان دادی از جانب خودت درست نمیشه یعنی از گردن خودت ساقط نمی شود باید هر دوی شما انجام دهید برادر ما حکمت الله پرسان کردن که یک نفر کسی را میگفت که من وای را نمیگیرم به عقد نکاح بعد از آن ملتا جمع شدن عقد نکاح بستن و بعد از او باز گفت که من نمیگیرم به این الفاظ نمیگیرم نمیگیرم ایقای طلاق نیست ولو که بعد از عقد نکاح بوده باشه بس کمک تنقیح دارد که با او البته نزدیک به یک عالم دین بروه به نفس وعده وعده که انشا نباشه اقای طلاق نباشه او طلاق واقع نمیگردد دوم پرسان کردن که به خانمش گفت که اگر تو به خانه فلان رفتی بار دیگر به خانه ما نیا این جمله را به نام الفاظ کینایی گفتن الفاظ کینایی به این معنا که کنایه از طلاق لذا منهج فقه های امت اسلامی میگه در الفاظ کنایی تقسیم میش یا در حالت غضب عادی یا حالت مذاکره طلاق و یا هم که هیچ کدامش نیست یعنی در میان خانم و شوهر بگو مگوس به اصطلاح مردم خانم مطالبه میکنه طلاق من را بده و شوهر میگوید نمیدی هم دیمی جریان یک دوره از, جن... از دانش میبره که برو اگر رفتی دیگه پس نمی. و یا هم در حال غذب در این دو صورت نیت اعتبار در نزد قضاوت نداره اگر قضیه به محکمه بروه نفس غضبش و نفس مذاکره طلاق خودش قرینه است بدون نیت طلاق با این واقع میشه اما در غیر از این صورت نیتش معتبر است اگر نیتش از این برو رفتی و برنگردی نیت نیت طلاق باشد طلاق شده وقتی که رفت طلاق می شود یک تجدید نکاح ضرورت است اگر می خواهند دوباره با هم زندگی کنند سومین سوال کردن که سرمه برای مردان سنت است برادران و خواهران امت اسلامی من همیش گفتم المفتی علا جهنم مقوله علمای عزیز است مفتی و لب چقوری دوزخ استاده است اگر راست گفت به جنت میره اگر نگفت خدا در حقش رحم کنه لذا یک اصل تخصص به نام تنقیه در صورتهای مسئله است نخست سرمه زدن برای ضرورت و یا هم تداوی که چشم انسان درد میکنه خوشبویی نداره و محرم نباشد آنانی که زیر احرامن او را را اونا را میکشیم زنانهایی که در ایام عدت شوهر مرده اند اونا را هم میکشیم اونا با جای خودش در غیر آن سرمه برای ضرورت و تداوی برای مرد و زن اجماعا بدون کدام جنجال ثابت است سند اجماع علیکم بالاثمود بالاثمود فإنه یجل البصر و یوم به ابن ماجا و غیره کتابا میفرمایند فرماین پیانبرم گفت از سرمه اثمود استفاده کنین چشمها را روشن می و فایده دیگری هم داره و لحاظا اتفاقا برای تداوی درست است دومین صورتش دومین صورت زنانه استفاده سرما میکنن به خاطر زینت در برابر شوهر و خانواده که زندگی میکنه اتفاقا و اجماع امت مسلمه در نزد فقیان امت مشکل تکنیکی ندارد سوم صورت که بحث مردان هست اما دلیلش به دلیل زینت استفاده میکنن دو تعبیر در نزد فقیهان امت است یک تعبیر در نزد فتوای عالمگیریه یا هندیه در نظام فقه امام یا بنی فرماید استفاده سرمه به قصد زینت برای مردان ناپسند به تعبیر خودشان مکروه است اما در غیر اون مشکل نداره ولی یک تعبیر دیگر فقه ها همیست که اگر برای جمال استفاده میکنه اشکال نداره ولی برای تکبر و غرور نادرست است اما مشهور تعبیر است که به قصد زینت برای مردان در این باب مکروه و ناپسند می بوده باش امیدوار هستم که صورت های مختلفی را که من بیان کردم مطلب گرفته باشیم. یعنی تداوی و ضرورت اجماعا و مرد و زن درست است و برای زنان به زینت و با زینت به زینت کاملا درست است به شرطی که به نامحرم ها نبوده باش اما سومینش که به مردان به قصد زینت است دو تعبیر کردم خلاصه به قصد زینت امر ناپسند عنوان شد منابعی که شما میتانین علمایی که میشنا و می میکنن ابن عابدین شامی و هندیا و منابع دیگر در خدمت شما هست سومین سال برادر ما پرسان کردن که کودک نابالغ میتواند از آن بگوید و یا هم خیر در این داستا باز هم باید تنقیه صورت گیرد به اساس اصول تخصص افتای فقه امت اسلامی ما یک کتاب داریم بدای و سنای بدای و سنای کتاب معتمدی قدیمی تری از جناب امامی به حنیفه را از آدرس شست اونجا تنقش امیز کودکان را تقسیم میکنن به نام ممیز و غیر ممیز به نام عاقل و غیر عاقل یعنی آن که تمیزی میان خوب و خراب را میتواند و آن که نمیتواند هر دو صورت کودکند لیکن جوان نشدن ولی دو بخش تفلک و مامو کودکی که هنوز تمیز بین خوب و خراب نمیتانه عاقل نشده ازان او درست نیست اگر ازان میگوید اعاده شود چرا؟ آن چی که صادر می شود از آدرس کسی که تمیز و عقل نداره قابل اعتماد نیست پس صدای این کودک مانند صدای مینا و پرنده است که اعتبار ندارد و در منابع فقه امام احمد ابن حنبل مغنی ابن قدام کتاب مشهوری در فقه ابن احمد ابن حنبل رحمت الله علیه اونجا این شخصت مهم جهان می فرماید لا نعلم فیه خلافا در این راستا خلاف از علما را من نمیدانم اگر باشد هم من نمیدانم یعنی طرز انداز استفاده این مفتی اعظم بزرگ اشاره میکنه که اجماعا یعنی اجماعا درست نیست چرا درست نیست سند اجماع امان و نصوصی است که بدون عقل و بدون فکر و هوش مانند دیوانه معتوعی کسایی هستند که تصرفات و الفاظشان درست نمی بوده باشد اما تفلکایی که ممیزن میانی خوب و خراب را امتیاز کرده میتانند جمهور امامان دین و فقیهان امت اسلامی گفتند که جائز است یعنی هر طفلی که در سن نو ده یازده رسیده کاملا او ممیز است دقیقا خوب و خراب تمیز میتونه اجناس از دکان خریده میتونه این اعزانشان کاملا درست است یعنی نفس کراهت تنزیهی گفتنی یک امر در اصطلاح فقیان امت است او مجزاست یعنی جائز است به نزد جمهور امت اسلامی بعد از آن شخصت های مهم منابع به شمول ابن قدامه در مغنیش از عبدالله ابن ابی بکر ابن انس روایت دارد ها هم مرا امر میکرد که از آن بگویم الفاظ شمیز که و انا غلامون ولم احتلیم من پسر و کودکی بودم هنوز بالای ما غسل فرض نشده بود در این اسنا انس ابن مالک صحابه بزرگ رسول گرامی صلی الله علیه وسلم و مفتی صحابه حاضر بودن ولی سر ما رد نکردند از این اثر جناب ابن قدام در مغنیش می چون که ای را کسی رد نکرده اجماعا گویا که یک نوی اجماع فهمیده می شود کودکی که ممیز باشه از آنش درست است اما نفس تنزیهی گفتن یک مسئله در اصول افتاس امر مهم و قابل تشویش نیست لکن امام مالک رحمت الله علیه روایت که منصوب به او است او فرموده که از آن کودک درست نمیش به اساس از که صدای ما را ف افکار و مذاهب مختلف از آدرس رسانه و لایف میشنون مشرح مذاهب کردم خلاصه در سرزمینی که من و تو زندگی داریم کودکانی که ممیز هستند خوب و بد را میفهمند گهی گهی از آن میگن اشکال ندارد صرف کراهت تنزیهی قابل تشویش نیست امیدوار هستم جواب گرفته باش و گفتن در ابتدای هر سوره بسم الله اشکال نداره چون به عنوان یک فصل میانی سوره هاست بسم الله را بخوانیم و گفت که عکس در جیب و ما بوده باشه نماز می شود یا خیر به نماز اشکال نداره خو بودن عکسی که در تذکیره و در پاسپورت و در پول و پیسه اینا استثناء است از نظر تخصص افتا اشکال علمی نداره و اما عکس هایی که بر یادگاری هست باید اصلا نبوده باشه برادر عزیزم اما مفسد نماز تو نیست گفت که در اسنای نماز گریان کردن به خاطر الله را بلعزه یعنی به خاطر دنیا نباش همی چی حکم دارد آنچه که تخصص افتای فقه امت اسلامی و قواعد می روند کلیتا دو جزیه اشاره می کنم گریان در میان نماز یا به اساس مطالب دنیایی هست یا اخروی اگر در دنیا پدر و پسر و کاکا کسی ازش مرده یا خانهش سوخته یا پول و پیسهش دز زده به میان نماز گریان میکنه این نو ها مفسد نماز است نمازش باطل شده اما آن گریانی که به خاطر بحث امور متعلق به با آخرت باشه چی جنت چی دوزخ چی رضامندی الله را بلزه احوال قیامت این گریان ها مفسد نماز نیست از اینجاست پیامبرم صلی الله علیه و سلم در میان نمازشان گریان های عجیب و غریب داشتند ابو بکر نیست رضی الله تعالی نیز مانند آن دیگر صحابه به این اساس گریان تقسیم شد به دو بخش یکی مفسد دیگر غیر مفسد دعایی که در تشناب از کمود فاصله داره اشکال نداره اکانت بانکی را که گفته باز کنیم بدون سود نمی شود اصلا چینی نیست برادر عزیزم صورت های هست در اکاونت های بانکی که او باز میشه بدون سود اما در صورتی که او یک چیزی فیس میگیره یا کرایه میگیره وجورت او چون بحث ها بحث است که سیستم نگهداری پول در بانک های جهان امروزی کاملا یک نوع فتوای ضروری نام داره ضروری به این معناست که وضعیت امنیت اقتصاد ملت ها مناسب نیست به اساس ها ضرورت های حفظ مالشان نگاه می این بحث ها های حاد زندگی است استثناء هست یعنی پروان ندارن برادر ما پرسان کردن که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در دعاها رفیدین شه حکمش بیان کردن در موارد زندگی ما داریم از رسول صلی الله علیه و سلم موارد را دعا می کنن رفیدین نداره موارد را داریم که هم دعا می کنند هم رفیدین داره اما بحث مالیدن دستان برو هم حدیث جدا دارد لیکن ما در نظام پیامبر صلی الله علیه و سلام دو نوع احکام تکلیفی داریم برادران امت اسلامی یکی زیر نام امور موسعه هست یکی هم امور مضیقه هست یعنی در نظام و عادات رسول گرامی صلی الله علیه و سلام طرز و انداز زندگی آزاد است و طور مثال سه تا حدیث صحیح داریم در نیت نماز یک حدیث همیست که دستا تا به شانه بلند میشه دیگه حدیث همیست که تا برابر نرمی گوش بلند میشه دیگه حدیث همیشه که تا فروی اوزنین بالای گوشا اینی را دا دانشمندان حدیث میگن تارتن کده تارتن کده و تارتن کده گهی چنین گهی چنین گهی چنین یعنی موسس اما یکی امور مضیقه داریم چار کد نماز پنج نمیشه سه چهار نمیشه دو سه نمیشه اینا از امور مضیقه است لذا بحث بلند کردن دست در دعا با با از رسول گرامی صلی الله علیه وسلم امور موسعه هست یعنی آزاد است ام با رفیده این ام با غیر رفیده این پس به این خاطر خدمت عرض می کنم که اگر کسی فکر کنه که رفیده این فرض عین است رفیده این فرض عین است التزام کنه کسی نکد سرش رد کنه در این صورت بازی مجرم و مقصر است عزیزان من در این صورت مجرم و مقصر می بوده باش به با این خاطر خدمت عرض کردم اقامت را در نمازها که تکبیر و اقامه گفته میشه حکمش چیست؟ حکمش فرض نیست واجب نیست از نظر شرع معول برداشت مجتهدان و فقیهان امت همیست که سنت می بوده باشه یک باقی گفت نماز تناگذار آیا تناگذار هم تکبیر میگوید یا خیر در این رابطه فقیهان امام ابی حنیفه رحمت الله علیه گفتند که اگر زنانه هستند اونا تکبیر و اقامه ندارند اگر مردا هستند تنقیه داره در اون مسجدی که نماز خوانده شده دوباره تنامه خانه در اون ساحه او قدر مهم نیست که تکبیر بگه یا نگه اما در جایی که جماعت نیست تناگذاری میکنه باز اونجا دقیقا که اقامه میگوید گفت که یک مقدار پول نقد را به خاطر تکفین و تجهیز زندگی هم ذخیره کرده ام و از سر از او سال می گذرد آیا زکات لازم می شود یا خیر باید تفصیل و تنقیح صورت گیرد در صورتی که حد اقل 27500 افغانی بوده باشد که مالک نصاب در عصر امروزی همین انداز بود و سال از بالای او می گذرد مانند طلا و نقره است مثل که طلا و نقره در خانه ذخیره باشه ولو زنانه استفاده میکنن از آن زکات لازم می شود به مذهب تحقیق بخش... تق... محققین اومد عین شکل پیسه از امان باوسی یعنی زکاتش داده شود قرآن که داخل موبایل باشه بدون وضو خواندن درست است یا خیر چون موبایل نویت حکم غلاف را داره اگر صفحه و اما متن آیات قرآن کتی انگشت تا و بالا کنی به وضو دست نزن احتیاطا اما در غیر از او دست زدن موبایل مشکل تکنیکی نداره و مسئولین دیده که گفته موترهای مردم با کرین بلند میکنن و انتقال میدن اگر پول داد رها میکنه دقیقا رشوت است و این نادرست است در صورتی که در حق کسی ظلم میشه و یا هم حقش تلف میشه به دهنده جایز است به گیرنده نه اما بحث جدایی دیگر داریم که اگر اشارات و اصول نظام امین است اشارات و اصول نظام امین است که جریمه میشی او گپ جدا است که زیر نامی تعذیر مالی یک بحث داریم که جریمه است اما او به منبع خودش باید بروه لذا در اینجا که او یک نوی رشوت است اگر پول دادی رها میکنه ندادینه این نادرست است و برادر ما پرسان کردن که در جمعه ملت نسل جوان اول می سال خوردگان پسان می آین. باز مردم میگه جوان ها را صفوف اول بیرون کنین و موی را در صف اول امین چه حکم دارد در این رابطه خدمت عرض میکنم در آغاز پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از روایات که امام مسلم از آن روایت دارد میفرماید فرموده است ليليني منكم أولو الأرحام والنها ثم الذين يلونهم باید در صفوف اول من صاحبان عقل و, خرد و اهل خبره و علماء قرآن و في اول باشند بعد در دوم دیگرا بر سوم دیگرا منوال تقسيم صلی الله عليه وسلم مقصد أزين این حدیث کسایی که دانشمندان قرآن و حدیث و شخصیت های دیندار هستند باید در صفوف اول از همه پیش بیایند جای بگیرند بی تشویق و ترغیب به ایشان در سبقتشان است اما بس ای بس به جای خودش زمانی که نسل جوان سبقت می کنن. نسل جوانی که سبقت می کنند در جمعه ها می پیش از دیگران جوان خوب به جای خود باشه حتی اگر کسای نابالغ هم هستند در صف اول جا گرفتهاند. و بعدا ملت های سال خورده در صفحه های اخیر مانده اینجا درست نیست که جوانان را از صفحه اول بکشن و موی را داخل کنند اصل تشویق پیانبر هم این بود آنانی که بیشتر از الله می به قرآن و سنت بیشتر رابطه دارند اونا در صفوف اول بوده باشند جوانان را نباید کشید دلیل زیرا امان و احادیثی که اشاره می هر که اول در جمعه می آید مانند سواب شطور در حرم که حذب کنه ثواب دارد اینجا تفریقه نکرد که جوان باشد یا سال خورده لذا پیشنهاد من به این سال ایست، که از دیگران مقدم بیاین در صفوف اول جا بگیرند. در صورتی که بعدا میاین جوانان را از صف اول بیرون نکنن امیدوار هستم که جواب را گرفته باشی قرآن مجوف قرآن مجوف قرآنی که مجوف بوده باشه یعنی در میان غلاف آیا لمس آن درست است یا خیر در کتاب امام بخاری رحمت الله علیه یک اثر می آورد چی حائز چی به وضو چی نفسا اگر از از تاری که قرآن در میان از پوش از ازو می یا پوش مجوف و میان کواک داره اشکال دیده نمی شود یعنی درست است و نامزاد گفت عقد نکار انجام نداده و طلاق کرده یا وفات کرده نمیدونم وفات کرده گفت میخواهیم که او را به برادر ما دیهیم آیا می امکان داره ای را که بدون عدت داده شوه یا خیر خواهر عزیز یک جمله گفت باید ما روشنایی بی اندازم. ما در نظام فقه یک ایجاب و قبول داریم مردم دیگه چیز دارن نظام فقه ما همیست که دختردار گفت دخترکم فلانی را به پسر فلان دادم و مردم همه نشسته ان نان خوردن و پدر بچه گفت یا خود بچه که من قبول کردم امیره با نامو گفتنی که برای فلانی دادم و پدر پسر و یا پسر گفت قبول کردم ولو که خطبه خوانده نشده ولو که شاهد پشتی دروازه نرفته ای ایجاب و قبول است اینمی اگر نامزاتش مرده باشه چهار ماه و ده روز عدت داره در صورتی که این جملات تبادله نشده که ایجاب و قبول صورت نگرفته و هیچ دت نداره هر لحظه خواسته باشین شما میتونین که او را به رضایت طرفین و پسر دیگه برادر ما پرسان کردن که آیا خاله خانم امه خانم محرم انسان هست نه خیر. ما در فرمول و نظام و منهج قرآن و سنت و فقه امت اسلامی ای را داریم محرم همان را میگوییم که تا زنده باشی نکای تو با ایشان درست نباشد وگرنه زنان شوهرداری که در جهان امروزی میبینین همه زنان شوهردار به دیگران نکاحشان حرام است تا که شوهرشان زنده باشد ایرا با مردم عام محرم موقتی میگن خیلی تو باشه کل زنای شوهردار محرم است که ما با هم ببینیم در حالی که چنین نیست این خاطر این محرم شرعی نیست که شما حج ببرین، به سفرها ببرین. و زمانی که یک خانم از شوهر بیوه میشود، چقدر مال گرفته میتونه و اولاد از کی میشود؟ دو سوال است. هر زمانی که خانم بیوه میشود، مال مالی که اگر شوهرش مرده و ای بیوه شده، یکی آن جیز و به اصطلاح تجهیزی که از خود خانم بود، تلا و لباس هر چی که است، آنچه به نام جهز و تجهیز هست همه کاملا حق شخصی خانم است هیچ کسی به او دخالت نداره باقی از شوهرش اگر اولاد داشت اش یک اگر اولاد نداشت چار میراث میبرد از سوزن تا به تعمیر شروع این بخشش بخش اولاد که بحث حضانت میبوده باشه خواهران و برادران امت اسلامی تا زمانی افت الی نو ساله که کودک میباشه، به اختیار خانم است اما مصرف سر خیش و تبار شوهر می که عصبه میگیم و در صورتی که شوهر کنه به بیبی مادریش میرسه با سلسله دراز میشه این صورت دومتان بود سوم تحجد را که جماعت گفتین جماعت تحجد به اتفاق فقیهان امت اسلامی جایز است هیچ مشکلی نیست اما برداشت امام ابو حنیف رحمت الله حکم بکراحت کردن به تنقیح یعنی مکروه هست تنقیش همیست که اگر دو نفر مقتدی یک نفر مقتدی سه نفر مقتدی باشن اشکال نداره دوم امی که تداعی نباشه مردم را فراخان داده نشوه که بیاین که جماعت تحجد است ناگهان جماعت کنن اشکال ندارد جواز امرای کراهت جمع می شود جوازش اتفاقی شد اما مکرو برداشت امام به حنیفه وقتی که تداعی داشته باشه اما یکی دو سه نفر اشکال علمی ندارد چون منصوص در نظام پیامبر داریم رسول گرامی صلی الله علیه و سلم شب جمع تهجد می خانه. ابن عباس در خانه میمونه خاله اش بلند میشه به پیامبرم هم اقتدا میکنه به جانب چپ رسول گرامی صلی الله علیه و سلام به دستشان به جانب راست می آورند حدیث در بخاری و منابع امت اسلامی است لذا یک نفر دو نفر اج مشکلی نیست برادر ما پرسان کردن در خانه که تلویزیون باشد ابزار موسیقی باشد آیا نماز خواندن چطور است اول در قدم اول قدف لح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون رستگار امان نمازگزاران هستند که نماز را با خشوع خوانده باشند نماز را با خوشو و خضوع انجام داده باشند اما در کتاب امام ابی داود جزء حدیث خدمتتان اشاره می کنم از رسول صلی الله علیه و سلام لیس بغی ان یکون فی البيت شیء یشغل المصلی لازم نیست یعنی مناسب نیست که در خانه چیزی باشد که نمازگذار را مصروف می ساخته باشد چی عکس باشه چی تصویر باشه چی نقش و دیزاین باشه چی صدای ابزاری از آدرس بلچه و آیفون و تلویزیون و غیره باشه چی قصه و قصدانی ملت ها در خانواده باشه یک سر کاملا آنچه که نمازگذار را مصروف میسازه با خوشوی نمازگذار مزاحمت میکنه کار مناسب در منهج پیامبر هم نیست لذا تلویزیون ها هرگاه اول خو تلویزیون در خانه های مسلمان با این برنامه های نادرستش خو امر مناسب نیست به شان ایمان و نمی اما در صورتی که اخبار و قضایه مناسب را استفاده می کنین در وقت نماز و چی زنانه چی مردانه که تهجد یا فرزی را زنانه می کاملا سر و صدا خاموش بوده باشد زیرا نماز به حضور پروردگار استادن است مزاحم دیگر را نمی پذیرد از این خاطر این امر درسته نیست البته مفسد نماز نیست برادران و خواهران امت اسلامی آنچه که سرمایه ای ما از نماز خوشو است او از دست ما می رود پرسان کردن که سر و پاچه مرغ کاملا اشکال علمی نداره که ذبح شده باشه حلال است اما برادر ما گفتن که اللهم ربنا آنچه که ما در نماز میخوانیم ما البته سالیان قبل گفته بودم اگر از آیات قرآن دعا انتخاب میکنی ربنا آتنا بدون اللهم اگر از آدرس حدیث دعا را انتخاب میکنین که در حدیث بخاری اللهم نیز امرایشان زمینه هست امیدوارستم که برادران و خواهران امت اسلامی که در هر سرزمینی بودند لحظاتی با ایشان بودیم جوابا را گرفته باشند استفاده کرده باشند الله رب العالمین همه خواهران و مادران و ما را عالم اسلامی در هر سرزمینی هستند از گزند و حوادث روزگار و زمان نگه دارد و باقی عمر ما را در راه خدمت دین مصرف بگرداند با امید یک نظام مقتدر اسلامی در جهان اسلام و افغانستان عزیز و اتحاد و وحدت امت با امید امنیت و آرامش در زندگی همه ما الا بیماران و مشکل داران امت را مشکلشان حل و بیماران را شفا نصیب بگرداند و مدیران مجدی که در برنامه نوای مسلم هستند به بخش های مختلف در اجرای برنامه سهیم هستند الله در حسناتشان بی افزاید شنونده هایی که با اخلاص شنیدن همه را الله را شنیدن را به حیث حسنه قبول بگرداند با امید باز هم شرکت در برنامه های هفته بعدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته